خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مردم غیور آذربایجان، خلق آزادی ستان و مجاهد سرور تبریز و به یاد سرداران و سالاران گرانقدر آزادی، مجاهدان اعظم، مجاهدان شرف و حریت بشری، عطارخان، باقرخان، ثقت الاسلام، خیابانی و حنیف نژاد، مادرها، پدرها، برادرها و خواهرها، برای هر ابن لابی عرض تبریز همونطور که گفتم یک زیارتگاه، یعنی هیچ انقلابی راستین پیدا نخواهد شد که مشتاق دیدارش نباشه و نخواد به زیارت این حرم آزادی بشتابه. ولی برای یک مجاهد خلق این آرزو و اشتیاق اوج دیگری به خودش میگیره، چرا که یک مجاهد خلق در تبریز همزادگاه تاریخیش رو پیدا میکنه و همزادگاه سیاسی و عقیدتیش و همزادگاه تشکیلاتیش رو. زادگاه تاریخیش از این هست که در تاریخ جدید ایران اصل و نسب تاریخی ما به مجاهدین صدر مشروطه میرسه، به ستار و باقر. تفنگ سردار رو بوسیدیم و به دوش انداختیم. از حیث عقیده و مرام هم ما ادامه کمال یافته همون اسلامی هستیم که در قریب گلوله های سردار نطفه بست، وقتی که پرچم های سفید ننگ و تسلیم رو از هم می درید و پرچم سرخ حسینی رو بر در خونه های تبریز به اهتزاز در می آورد، اسلامی که در قریب تفنگ های مجاهدین همه محلات تبریز رو از ارتجاع و استبداد تهی کرد، هزاران هزار بار از میان آتش و خون گذشت، بر علیه استعمار شورید، روی اسب سردار کوه و دشت رو نوردید، در مردانگی و مروت و مردم دوستی علی گونه در سردار تجلی کرد، با نامردمان هرگز سازش نکرد، جانب محرومان رو هیچ وقت راه نکرد. یک روز در کسوت سردار به کالسکه نشوندندش، در شب عید درست 1289 از تبریز محترمانه به تهران تبعیدش کردند. بعد اونجا همه متلک های به اصطلاح روشن فکرها و فلان و دوله ها و فلان و سلطنه ها رو نثارش کردند که این سردار لهجه داره و این سردار سواد نداره، تا در پارک اتابک به تیر دشمنان جرار زانوش رو فلج بکنند، دغمرگش بکنند. ولی سردار که نمرد، در تهران ریشه کرد، سرچشمه شد، نه آتشکده شد. مگه نه که از سرزمین آذر، از آذر آبادگان آمده بود. یک شعلش رفت به گیلان، جنگید و جنگید، کوچکان شد. شعله های دیگرش، رودبارهای پرخروش دیگرش، هر کدوم راه ولایتی رو در پیش گرفتند، رفتند و همه جا آتش به پا کردند. پیام آذرخش رو از آذرآبادگان بردند و در فراز همه کوه ها و جلگه ها به پا داشتند. مدرس ها شدند، مصدق ها شدند،
فاطمی ها شدند، سرداران همه جا ریشه کردند، بچه کردند و امروز ما نواده های اونها هستیم. بله، همین اسلام حنیف نه تنها ضد استبداد و ضد استعمار، بلکه به قول پدر طالقانی ضد استثمار هم هست. فهمیده بودیم ضد بهره کشی هم هست. کارگر و دهقان رو میخواد، جامعه بی طبقه توحیدی رو میخواد. اینجا بود که معطل نشدیم، مرکب عشق و امید سردار رو سوار شدیم، تفنگش رو بوسیدیم و برداشتیم. مثل علی موسیو و حاجلی دوافروش که شما ها باید خوب بشناسیدشون، مرکز غیبی درست کردیم. رفتیم و رفتیم، هر وقت که راه پرفراز و پرسنگلاخ بود، پرفراز و نشیب بود، هر وقت که فشارها زیاد بود، درست مثل سربازهای سردار در بحبوحه جنگهای تبریز، صدای تمینی سردار رو شنیدیم که با عتاب میگفت آهای آهای آنام قربان، و بلند شدیم. این که مهم نبود تعداد ما کم بود و تعداد مستبدین زیاد بود. مگه قرآن نگفته بود که بسیار گروه های کم و اندک که با اعتقاد و آرمان بر گروه های بسیار ولی بی آرمان و بی اعتقاد پیروز می شوند؟ چرا که خدا یار مقاومت کنندگان است. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره بإذن الله والله مع الصابرین. بله، این تکه کلام سردار در گوشمون تنین می انداخت همیشه، اونجا که می گفت آزادان آز، چخزان چخ گریله. شدن. چرا که از هر قطعه خون سردار، مجاهدی که بر خاک افتاد، ده ها مجاهد بر خاک لاله ها رو میدن. که مثل حبت ننبتت طبعت نابل بی کل سنبولت نعت و حبه، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. همانند دانی که هفت خوشه می رویاند که در هر خوشه ای صد دانه، و خدا چند برابر می کند برانی که بخواهد، و خدا گشایش دهنده علیم است. به این ترتیب اگر که ستاره های این خلق رو هر بار در آسمان های شهادت غرق کردند، اما باد هم آسمان این میهن همیشه غرق ستاره ها بود. و چنین بود که از خون سرداران و سالاران آزادی نسل جدیدی خوشه کرد. در گذرگاه شب تار، همون جایی که ستارخان رو به دروازه نور پیکار میکرد، احجران سر خوشه زدند. ثقت الاسلام ها، شیخ سلیم ها، خیابونی ها، فرزندان علی موسیو و حاجلی دوافروش، حنیف نجات ها، محسن ها، بدیزادگان ها، سمد ها، گل سرخی ها و هزاران گل سرخ دیگر.
گوشه ها بست ستاره پرگل، خوشه اخگر سرخ با تنین های سترگ، کاقبت کوره خورشید گدازان خواهد شد و چومار هر گونه ستم و استثمار رو در هم خواهد پیچید. Yeah.